اسما دستاشونو ببین، دستاشونو. نفس تو دستی تو هر انگشتر کردی. چیزه، من به بچه ها گفته بودم انگشتر بخرن، فکر کنم اونام به آبجیاسی گفتن. داداش کاش یکم ناز میکردی. خو آره، مثلا دستتو میکشیدی و میگفتی الان حاضر نیستم نفس جونم. داداش اینا رو کتک بزن. چی شدم اگه؟ مگه علت لازمه؟ نه داداشتون چی کار دارین ها؟ این اینجا ببینم، بیایی بی شرفا. به قاضی نگی خودت انگشتر خریدی، وگرنه میکشمت. وکیل وداد میخواد قاضی رو متقاعد کنه که این ازدواج فقط واسه گرفتن سرپرستی بچه است. یکی یکی باید شهادت بدین که این ازدواج واقعیه. نگران نباش، میدونم چیز اشتباه بگم پسرم تشییع جنازه‌م هم نمیاد. ودات دیوونه چرا نیست؟ ببخشید استاد، نتونستم بیام دستبوسیتون. ای بابا عجله‌ای که نداریم، فرار نمی کنیم، دوباره میاییم. تو چطوری دخترم؟ خیلی خوبم بابا عثمان. شکایتی که نداری ها؟ این پسر باد خوب رفتار میکنه؟ آره خیلی راضیم. خوبه پس. خیلی راضی تو؟ ببین منو. نمیتونم طاهر. نفس نگاه کردن طعم خوشگله. وکیل وداد معذرت خواسته، گفته هواپیماش دیر میشینه، 2 ساعت دادگاهو به تاخیر انداخته. وداد هم گفت حالا که وکیل دیر میاد منم با ایگیت میمونم. ببخشین که دیر کردم. آقا وداد کجاست؟ به من گفته بود 2 ساعت دیر بیا، خودش تو هنوز پیداش نیست، همه چی رو به راهه. چند لحظه بعد میاد. ایگیت خوبه؟ مریضه. چرا وداد خواسته با ایگیت بمونه؟ تا هنوزم نیومده. داره میاد، تو راهه. آقای وداد سایار، وکیلش فوندا باشار، خانم نفس زرلو، وکیلش اسما هوپالی. وکیل نفس زرلو، میتونین دفاعیاتتون رو مطرح کنید. جناب قاضی، قبل از هر چیزی میخوام یه چیزی رو تصحیح کنم. نفس زرلو نه بلکه نفس کاللی. موکلم چند روز پیش با طاهر کاللی ازدواج کرده و اگه یادتون باشه از شما اجازه خواستیم تا ایگیت کوچولوم تو مراسم عقد باشه. یه کپی از سند ازدواجم داخل پرونده هست، میتونین ببینین. این مردی که کجاست؟ آقای قاضی، شاکی در پرونده شکایتش بیان کرده که موکل من مشکل روانی داره که این کاملا دروغه. به جرم داشتن روابط نامشروع بهش تهمت زده شده. همونطور که مطلع هستید
گزارش پزشک قانونی اثبات کرده که موکل من از سلامت روانی کامل برخورداره. همونطور که تو پروندم میبینین، طی روزهای قبل موکلم نفس کاللی با طاهر کاللی که ادعا میشد با هم رابطه نامشروع دارن ازدواج کردن و برای همین هیچ دلیل موجهی برای شکایت باقی نمونده. به خاطر همین درخواست داریم سرپرستی گیت سایار به مادرش نفس کاللی برای همیشه داده بشه. خانم وکیل، موکلتون کجاست؟ جناب قاضی، ایشون تو راهن دارن میان، ولی به ادعای این که این ازدواج دلایل شکایتشون رو از بین برده اعتراض دارم. این ازدواجی رو که میگن برای اینکه ثابت کنن ادعاهای روابط نامشروعشون دروغه به صورت سوری انجام دادن. ما در رابطه به این قضیه شاهد داریم جناب قاضی. حتی اگه شاهدی هم داشته باشن، این ازدواج در حین شکایت کاملا مشکوک به نظر میاد. و اینو شما قاضی، چیزی نیست که شک برانگیز باشه. عقد تو خونه طاهر کاللی و با حضور تمام خانواده‌اش صورت گرفته. ما از اون روز عکس هم داریم. بفرمایید. ببخشید جناب قاضی، پسرم ازم جدا نمیشد، منم نمیتونستم تنهاش بذارم. بابا بودن اینجوریه دیگه، ببخشید. باشه، برو سر جات. به حرفای شاهداتون گوش میدیم. اولین شاهدمون عثمان هوپالی هستن. شاهد عثمان هوپالی حضور دارن؟ بفرمایید. برای این ازدواج به خاطر حقیقی بودنش باید شهادت بدین. آقای قاضی، من پدر نفس به حساب میام، آخوند مسجد گلتپه هم هستم. این پسر عاشق هفته های متواتر زیر پنجره اتاق دخترم همیشه منتظر میموند. ما هم گفتیم خب اینجوری که نمیشه. یه روز اومد گفت من به اذن خدا دخترتونو میخوام. منم دادم و رفت. دخترم نوشتی؟ من نتونستم با لباس عروس برم تو خونه. نصیب بوده که با کفن برم. نه نه طاهر ای داده بیداد، رسمن جلسه دادگاه رو ترک کردم. آقای قاضی، درخواست 5 دقیقه استراحت داریم. طاهر چی شده؟ چه خبره؟ بودو بودو، معلومه موضوع مرگ و زندگی. مامانم کجاست؟ مامان بودو 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 مامان. برای توجیه علت ترک جلسه دادگاه یه مدت بهشون وقت میدیم. بدین وسیله اعلام میکنم تصمیم دادگاه بر اینه که ادامه این جلسه به تاریخ دیگه‌ای موکول بشه.